عواقب امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان. سلام، به کانال آیسی خوش آمدید. با آغاز مجدد مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر، شمار از نمایندگان مجلس میگویند که نگران عواقب توافق احتمالی صلح اند. اما امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان نگرانی های را در افغانستان ایجاد کرده است. شمار از اعضای مجلس نیز با اشاره به این مسئله میگویند که مردم افغانستان نگران عواقب امضای این توافقنامه است. ناهید فرید، یک عضو مجلس، در این مورد گفت: طرفهای آمریکایی و طالبان روی نیازها و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان همانند تامین حقوق بشری پذیرفتن قانون اساسی مذاکره نکردند. بنابراین نگرانی اصلی مردم افغانستان پس از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است. خانم فرید همچنین افزود که نگرانی اصلی مردم این است که سرنوشت جنگجویان طالبان پس از توافق صلح چی خواهد شد. با گفته او، نگرانی از احتمال پیوستن جنگجویان طالبان به داعش است. غلام فاروق مجراح، عضو دیگر مجلس، نیز بر این باور است که صلح آمریکا با طالبان از روی ناچاری این کشور است و همچنین این مسئله مردم افغانستان را نیز نگران کرده است. آقای مجراح افزود: توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در کوتاه مدت سبب کاهش خشونت و جنگ در کشور خواهد شد، اما این گونه توافق در دراز مدت سبب قطع جنگ نخواهد شد. با گفته او، احتمال این که در نتیجه توافق صلح میان آمریکا و طالبان جنگجویان طالبان در دراز مدت با داعش و سایر گروه‌های تروریستی یکجا خواهند شد وجود دارد، زیرا هیچ گونه تدابیر تا هنوز در این زمینه سنجیده نشده و به مردم نیز اطمینان داده نشده است. اخیراً کاخ سفید نیز اعلام کرده که بعد از امضای توافقنامه صلح، نیروهای آمریکایی تا ماه نوامبر سال 2020 از افغانستان خارج خواهند شد. اما نمایندگان مجلس میگویند که تلاش کاخ سفید برای خروج نظامی از افغانستان جنبه انتخاباتی دارد و آقای ترامپ میخواهد از این مسئله به عنوان وسیله برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده کند. با این وجود، زلمه خلیلزاد گفته که آمریکا به دنبال توافق خروج نیروهای آمریکایی با طالبان نه، بلکه به دنبال تامین صلح در افغانستان است. اما در یک نظرسنجی، شهروندان کابل در مورد توافقنامه صلح چنین ابراز نظر کردند: ادامه خشونت ها و درگیری ها باعث اخلال نظم عمومی و مانع اصلی برای رشد و ترقی کشور است. گروه طالبان یا هر گروه تروریستی دیگر که دست به عملیات سازمانیافته هراس افغانی میزند، در تلاش است تا انکشاف عمومی را کاهش داده و مانع ترقی گردد. از این جهت مردم افغانستان قربانی اصلی هراس افغانی بوده و هر روز هزینه آن را میپردازد. همچنان شهروند دیگر کابل میگوید: گفتگوهای صلح در صورتی که بتواند به مسائل مهم اختلافی بپردازند، میتواند باعث کاهش خشونت ها شود. اما اگر این توافق برای تقسیم قدرت میان آمریکا و طالبان باشد، اصلاً به سود مردم افغانستان نخواهد بود. شهروند دیگر کابل چنین میگوید: آمریکا هر قدر در خروج نیروهایش شتاب زده عمل کند، به همان میزان سرنوشت مردم افغانستان و ارزش‌های مدرن حکومتداری در کشور به انزوا رفته و نابود می‌گردد. مردم افغانستان انتظار دارد که آمریکایی‌ها پس از 18 سال کشور و نظام سیاسی افغانستان را تنها نگذاشته و در حمایت از دموکراسی ادامه دهد. شهروند دیگر کابل چنین میگوید: مذاکرات صلح زمان میتواند رضایت مردم افغانستان را به همراه داشته باشد که در آن ارزش‌ها و دستاوردهایی که مردم افغان نزدیک به 2 دهه است برای آن قربانی می‌دهد، را به صورت رسمی مورد پذیرش و حمایت قرار دهد. اما اگر گروه طالبان با امضای توافقنامه صلح تلاش نماید که ارزش‌ها و دستاوردهای افغان را نادیده گرفته و با افراطگری‌های دینیشان همچنان در کسب قدرت سیاسی ادامه دهد، مذاکرات صلح بدون شک به جز از جنگ و ویرانگری برای صلح افغانستان چیز دیگری به همراه ندارد. سپاس از توجه شما عزیزان. اگر این گزارش را پسندیدید، ویدیو را لایک کرده و با عزیزانتان شریک سازید.
برای معلومات بیشتر کانال ما را همراه باشید، سابسکرایب نمایید.